سلام دوستان عزیز، به باید بدانیم خوش آمدید. از اینکه کانال ما را انتخاب کرده اید از شما متشکریم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کرده و روی علامت زنگوله کنار آن بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. شاید در بعضی از فیلم‌های سیاه و سفید قدیمی تلفن‌های همراه عجیبی را دیده باشید و هر بار این سوال برایتان پیش آمده که این تلفن‌ها چه نسبتی با موبایل‌های امروزی داشتند؟ آیا هر دو به یک منظور استفاده می شوند و یا نه؟ در ادامه تصویری از اولین تلفن همراه موجود در ایران را مشاهده می کنید که با تلفن‌های همراه امروزی کاملاً تفاوت دارد. اولین تلفن همراه موجود در ایران متعلق به ناصرالدین شاه بود. شکل و شمایل این تلفن همراه که در سال 1230 تولید شده است به تلفن‌های همراه امروزی شباهتی ندارد. این تلفن همراه در سفرها همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان نیاز به کابل‌های کشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار می‌شده است. این تلفن دارای راهنمای فارسی بوده و ساخت کارخانه البیس شهر زوریخ می‌باشد. و اما ماجرای کادوی ولنتاین ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه در نخستین سفر فرنگ انیس‌الدوله را نیز همراه داشت، اما بختیار این سوگلی شاه نبود و از مسکو به ایران بازگردانده شد. انیس‌الدوله اما محبوب قلب ناصرالدین شاه قاجار بود. بر اساس روایتی که به جای مانده، ناصرالدین شاه در سومین سفر فرنگ وقتی متوجه روز عشاق و ولنتاین شد، کارت پستال و تصویری از بلیت یک نمایش تئاتر را به عنوان هدیه روز عشاق برای انیس‌الدوله فرستاد. ماجرای ازدواج ناصرالدین شاه با دو خواهر. عایشه خانم و لیلی خانم خواهرانی بودند که ناصرالدین شاه عاشق هر دو شده بود، اما طبق قانون شرع اجازه نداشت همزمان با هر دو ازدواج کنند. اما او برای حل این مشکل 6 ماه عایشه را صیغه می کرد و 6 ماه لیلی. هر دو هم در اندرونی شاه زندگی می کردند. در آخر باید بدانید که اولین زنی که در ایران سوار بر دوچرخه شد از زنان دوران قاجار بود. دوچرخه سواری برای زنان آن زمان ممنوع بوده و فقط مردان می توانستند از این وسیله استفاده کنند. دوچرخه در ایران توسط ناصرالدین شاه قاجار از اروپا وارد شد.